هیئت وزیران یا پادگان نظامی ها و امنیتی ها در دولت پزشکیان، سپاه پاسداران، امنیتی ها و راندخاران، سهامداران اصلی دولت چهاردهم، ترکیبی از پیش بازنده، نامنسجم، تکراری و احتمالاً ناکارآمد. فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان برای راضی کردن چه کسی شکل گرفت؟ پاک‌دستی، راستگویی، حسن شهرت، باور به سیاست‌های کلی، باور به قانون برنامه، معتقد به نظام جمهوری اسلامی. دو هفته بعد از آنکه پزشکیان در مصاحبه با وبسایت رسمی خامنه‌ای ویژگی‌های مورد نظر برای انتخاب وزرایش را برشمرد، بالاخره او فهرست پیشنهادیش را برای کسب رأی اعتماد به مجلس فرستاد. فهرستی چنان شوک‌آور که حتی حامیانش را هم راضی نکرد. شاید یکی از عجیب‌ترین گزینه‌ها پیشنهاد سردار اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر کشور است. دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی، این عضو سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی قرار است جایگزین سردار احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی شود که مجری طرح حجاب اجباری و جنگ خیابانی نظام با زنان بود. عجیب این که اسکندر مؤمنی از مدافعان سرسخت گشت ارشاد است. او بیشتر گفته بود پلیس در مبارزه با بدحجابی کوتاه نمی آید و کسی نمی تواند پلیس را در اجرای حجاب اجباری محدود کند. به نظر او گزینه نظام برای ادامه گشت ارشاد و سرکوب اعتراضهای احتمالی پیش روست. پزشکیان اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی را هم حفظ کرد، کسی که جدای از افتضاحش در ترور اسماعیل هنیه در جریان خیزش انقلابی مردم علیه نظام عملاً کشورهای اروپایی را تهدید به انجام اقدامات تروریستی در خاکشان کرده بود. اما حضور چهره‌های امنیتی و نظامی در دولت پزشکیان منحصر به بخش سیاسی امنیتی کابینه نبود. رئیس دولت چهاردهم رضا صالحی امیری را به عنوان وزیر میراث فرهنگی پیشنهاد کرد. او با نام مستعار برادر فلا سالها به عنوان مدیر معاونت ویژه وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد و در دولت روحانی پست‌های متعددی داشت. او معتقد است در قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی در زندان اوین، به نظام جمهوری اسلامی ظلم شد. زهرا کاظمی به اعتقاد من سوء تدبیر بود. حقیقتاً نظام در این قضیه مظلوم واقع شد. وزیر پیشنهادی پزشکیان برای آموزش و پرورش علیرضا کاظمی است. گزینه‌ای بسیار عجیب که سابقه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش را دارد و سالها قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. او مدتی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دولت رئیسی بود. کاظمی بسیار به بسیج نزدیک است و مجری سند تحول آموزش و پرورش که در واقع طرح خامنه‌ای برای اسلامی تر کردن آموزش و پرورش است. میزان نفوذ امنیتی‌ها در کابینه پزشکیان به حدی زیاد است که عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی نژاد گفته وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برادر سردار محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. وزرای پیشنهادی پزشکیان در حوزه اقتصاد هم چنگی به دل نمی‌زنند، جایی که ردپای بلوک‌های راندخار نظام به خوبی دیده می‌شود. علی ربیعی مدیر پیشین وزارت اطلاعات با نام مستعار برادر عباد که در دولت روحانی وزیر کار بود، بالاخره توانست در نزاع درون گروهی بر سر راندخیس در این وزارتخانه دولت گزینه خودش را تحمیل کند. احمد میدری اگرچه نماینده مجلس ششم بود و از متحسنین و نویسندگان نامه موسوم به جام زهر، اما در دوره وزارت ربیعی معاون رفاه وزارتخانه شد و مسئول توزیع راند و معامله کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های رانتی. او بدون کارنامه مثبت وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه شد، کسی که معتقد بود واکنش دولت رئیسی در قبال قتل حکومتی مهسا امینی مناسب بود. میگم تو جمهوری اسلامی کی بوده که یه نفر کشته بشه رئیس جمهورش زنگ بزنه به خونه مهسا امینی؟ این خیلی کار تو جمهوری اسلامی شوخی که نیست که این کار کرده. استاندار رفته تو خونش، فرمانده سپاه رفته، فرماندار زاهدان عزل کردن، در حالی که محمد شریعت مداری و اسحاق جانگیری بر سر وزارت پولساز نفت رقابت می‌کردند. بیژن زنگنه توانست یکی از نیروهایش را به عنوان وزیر پیشنهادی تحمیل کند. محسن پاکنژاد که از نیروهای حراستی اطلاعاتی است، در دوران وزارت زنگنه
نزاعی آشکار بر سر قدرت با دیگر معاونان وزارت نفت داشت. یک مدیر جاه طلب در اختیار زنگنه. پزشکیان ترجیح داد عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت رئیسی را حفظ کند. اون مدتی رئیس دانشگاه مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع و همچنین استادیار دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران بود. برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پزشکیان محمد اتابک را معرفی کرد. کافیست به سوابق اون نگاهی بیندازیم. معاون اقتصادی و مدیر عامل صنایع معدنی بنیاد مستضعفان و مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان، کارتل اقتصادی وابسته به خامنه ای، اصلاح طلبانی که در انتخابات از مسعود پزشکیان حمایتی بیچون و چرا داشتند، حالا منتقد انتخابهای او شدند و میگویند برخی وزرای پیشنهادی نسبتی با اصلاح طلبی ندارند. اگرچه به نظر نمی‌رسد این فهرست خیلی از واقعیت پزشکیان دور باشد. مشکل این است که گویا مدافعان سرسخت دیروز پزشکیان و منتقدان امروز انتخابهایش ترجیح داده بودند تاکیدهای مکرر او را نشنوند. پزشکیان بارها گفته مجری سیاستهای خامنه‌ای خواهد بود. او حتی به زبان سلیس فارسی اعلام کرد همه وزرایش را با مشورت خامنه‌ای انتخاب می‌کند. به نظر می‌رسد پزشکیان به عهد خود وفا کرد، اما عهدی که با خامنه‌ای بسته، نه با مردم. مشتبه پور محسن، لندن.